در گفتار امروز میخواهم بگویم که انسان از چه زمانی به ایدانی یا ماهیت واقعی ستارگان پی برد. این شناخت ما پیشینه چندان درازی ندارد، به سده 20 برمیگردد. انسان از دورترین دورانهای پیش از تاریخ شیفته آسمان و ستارگان بوده است و همواره از خود پرسیده که ستارگان چیستند. برای آنها افسانه ها ساخته و در بسیاری از فرهنگ ها خود را با ستارگان پیوند داده است. در بیشتر فرهنگ های باستان ستارگان به ویژه درخشانترین آنها خدا شمارده می شدند. یونانیان افسانه های گیرایی درباره آنها داشتند. برای یونانیان ستارگان بازتابی بودند از آنچه میان انسان ها می گذرد. به گونه ای ستارگان آسمان و انسان را به هم پیوند می دادند. در فرهنگ های گوناگون ماه و خورشید پایه گاه شمار یا تقویم بودند. برای مصریان باستان ستاره سیریوس یا به اوستایی تیشتر، به عربی شعرای یمانی، مهمترین ستاره آسمان بود. برآمدن بامدادی این ستاره پیش از خورشید پیام آور طغیان تابستانی رود نیل و به دنبال آن شکوفایی و آبادانی برای مصریان بود. گاه شمار مصری بر این رویداد اختری پایه داشت. مهمتر از این، تیشتر در واقع پایه راجمان باورهای دینی مصریان بود. آن را با ایسیس، الهه مادر در دین مصریان یکی می دانستند. این ستاره چنان ارجی داشت که بیشتر ایزدان مصری را به آن پیوند داده بودند. از کهن‌ترین زمانها انسان پی برد که از میان این همه ستاره چند تا از آنها جای خود را نسبت به ستارگان دیگر تغییر می دهند. یونانیان اینها را پلنت یعنی سرگردان می نامیدند که در عربی به سیاره ترجمه شد. برای باستانیان سیاره ها عبارت بودند از ماه، خورشید، تیر یا عطارد، ناهید یا زهره، بهرام یا مریخ، هرمز یا مشتری و کیوان یا زحل. در طول تاریخ انسان میپنداش که زمین مرکز کره بزرگی است که ستارگان به دیواره درونی آن میخکوب شدند. همچنین انسان تصور میکرد که سیاره ها و خورشید و ماه در فاصله میان کره ستارگان ثابت و زمین حرکت میکنند و ماهیتی جز زمین و ستارگان دارند. آناکساگوراس که پیرامون 450 پیش از میلاد در آتن میزیست میپنداشت که ستارگان سنگهایند آتشین، گرمای آنها احساس نمیشود چون بسیار دورند. این اندیشه به احتمال زیاد از اینجا سرچشمه گرفته بود که او فرو افتادن شخانه ها یا سنگ های آسمانی را به چشم خود دیده بود. او حتی اندازه‌ای برای خورشید به دست داد، به واحدهای امروزی ما چند صد کیلومتر. آناکساگوراس نخستین کس شناخته است که گفت خورشید ستاره است. از آنجا که این مینه ها یا ایده ها با باورهای دینی یونانیان همساز نبودند، آناکساگوراس را به الحاد متهم کردند و به زندان انداختند. پس از آناکساگوراس، اریستارخوس که حوالی 310 تا 230 پیش از میلاد میزیست با روشی بزرگی و فاصله خورشید را تخمین زد. با اینکه برآورد او پرسون یا دقیق نبود، اریستارخوس پی برد که خورشید از زمین بزرگتر است. از اینجا نتیجه گرفت که زمین که کوچکتر است باید به گرد خورشید بگردد و نه برعکس. او همچنین به این اندیشه افتاد که ستارگان خورشیدهای دوردستند. او را هم به مرگ تهدید کردند و این مینه ها، ایده ها کم کم فراموش شدند. باید دانست که نه اریستارخوس و نه آناکساگوراس به هیچ روی نمی توانستند بزرگی و دوری ستارگان را اندازه بگیرند. بنابراین هیچ دلیل استواری برای همانند دانستن خورشید و ستارگان نداشتند. پس از اریستارخوس، پتولمایوس یا بطلمیوس که در سده دوم پس از میلاد میزیست مدل زمین مرکزی را به دست داد.
به این معنا که زمین در مرکز گیتی جای دارد و ستارگان ثابت به درون کره یا فلکی چسبیدن. خورشید یکی از سیاره هاست و هر سیاره و ماه دارای فلکی است که نسبت به فلک ستارگان حرکت می کند. در این مدل ستارگان و خورشید دو ایدانی یا ماهیت کاملا جدا از هم دارند. مدل بطلمیوس به مدت 1400 سال واقعیت محض پنداشته می شد، چه در اروپا و چه در کشورهای مسلمان که اخترشناسی و فلسفه را از یونانیان گرفته بودند. 13-14 سده بعد، یعنی در سال 1543، کوپرنیک کتابی را منتشر کرد که در آن مدل بطلمیوس را رد می کرد. در مدل خورشید مرکزی او سیاره ها به گرد خورشید می گردند و زمین سیاره است مانند سیاره های دیگر. مدل کوپرنیک خورشید را از سیاره ها جدا می کرد، ولی درباره ستارگان چیزی نمی گفت. کوپرنیک از ترس کلیسا سالها انتشار کتابش را به تأخیر انداخت و آن را درست پیش از مرگش منتشر کرد. گفتنی است که در آغاز بیشترین مخالفت با کوپرنیک از سوی پروتستان ها بود، نه از سوی کاتولیکا. مارتین لوتر رهبر جنبش پروتستان کوپرنیک را دیوانه خواند، چون به گفته او زمین را دارای حرکت دانسته بود. نزدیک به 50 سال پس از مرگ کوپرنیک، جوردانو برونو فیلسوف ایتالیایی گفت که خورشید ستاره است و گیتی بیکران، جهانهایی مانند زمین بسیارند. چنانکه در یکی از گفتارهای پیش گفتم، کلیسای روم و پروتستان ها او را به سبب این سخنان به مرگ محکوم کردند و در سال 1600 در آتش سوزاندند. 10 سال بعد گلیله نخستین کسی بود که تلسکوپ را که خود اختراع نکرده بود برای نپاهیدن ستارگان به کار برد. او به چشم دید که به گرد هرمز یا مشتری ماه‌هایی در گردشند و این برخلاف مدل بطلمیوس بود که می گفت زمین مرکز گیتی است و همه چیز به گرد آن می گردد. گالیله از مدل خورشید مرکزی کوپرنیک پشتیبانی کرد. او در تلسکوپ می دید که ستارگان نقطه های ریزی بیش نیستند. از آن نتیجه گرفت که ستارگان باید بسیار دور باشند. گالیله را به دادگاه کشاندند و در سال 1633 به ارتداد محکوم کردند. وادارش کردند تا مینه ها ایده های کوپرنیک را رد کنند. یوهانس کپلر که همزمان گالیله میزیست، جا و حرکت سیاره ها را پرسونانه نپاهید و 3 قانون معروفی را که امروز به نام او خوانده میشوند درباره حرکت سیاره ها به دست آورد. بدین سان کپلر ثابت کرد که خورشید مرکز راجمان خورشیدی است و سیاره ها به گرد آن در گردشند. کپلر توانست برای نخستین بار در تاریخ حرکت ماه و سیاره ها را به درستی توضیح دهد. با این حال نه کپلر و نه هیچ کس دیگری نمی‌دانست که دلیل قانون‌هایی که او به دست آورده بود چیست. به هر حال با کار کپلر معلوم شد که خورشید اختری است متفاوت از سیاره ها. میرسیم به نیوتن که در سال 1687 پایان سده 17 قانون گرانش یا جاذبه را پیشنهاد و برای نخستین بار حرکت ماه و سیاره ها را به درستی و نیز چرایی 3 قانون کپلر را توضیح داد. بنابر نیوتن چیزی که سیبی را از درخت فرو می کشد همان نیرویی است که سیاره ها را به گرد خورشید در گردش نگاه می دارد. انسان توانست با بکار بردن نگره گرانش نیوتن برای نخستین بار جرم خورشید و سیاره ها را تعیین کند و پی ببرد که خورشید به سبب جرم و نیروی گرانشی شگرفش فرمانروای بیچون و چرای راجمان خورشیدی است و همه سیاره ها باید به گرد خورشید بگردند. بعدها پی بردیم و این را خود نیوتن نمی دانست که گرانش اصلی ترین عامل پدید آمدن ستارگان است. کسانی که به مدل خورشید مرکزی کوپرنیک شک داشتند و نمی‌خواستند نگری نیوتن را هم بپذیرند، ایراد می‌گرفتند که اگر زمین به گرد خورشید می‌گردد، چرا ما در طول سال که زمین جای خود را در مدارش تغییر می‌دهد، شاهد تغییر جای ستارگان نزدیکتر نسبت به ستارگان دورتر نیستیم؟ این پرسشی است بسیار بجا
مانند این است که شما وقتی با خودرویی در فضای باز حرکت می‌کنید، می‌بینید که درختان نزدیک جای خود را نسبت به چیزهای دوردست تغییر می‌دهند. به این پدیده پارالاکس یا دیدگشت می‌گوییم. هواداران مدل خورشید مرکزی نمی‌توانستند پاسخ محکمی به شکاکان بدهند. فردریش ویلهلم بسل توانست در سال 1838، یعنی نیمه نخست صدی 19 هم، به این پرسش پاسخ دهد. او توانست برای نخستین بار زاویه دیدگشت یا پارالاکس سالانه یکی از نزدیکترین ستارگان را اندازه‌گیری کند. این زاویه کمتر از 0.3 ثانیه کمانی بود. اگر دست خود را به جلو دراز کنید، پهنای انگشت کوچک خود را با زاویه 1 درجه می‌بینید. زاویه دیدگشتی که بسل اندازه گرفت بیش از 12,000 برابر کوچک از این زاویه انگشت بود. چنین زاویه‌های کوچکی را چشم نمی‌تواند ببیند و اندازه‌گیری آنها در اخترشناسی کار آسانی نیست. پس بسل نشان داد که ستارگان بسیار دورند و به همین سبب است که جابجایی آنها را نمی‌توان دید. اخترشناسان با داشتن فاصله ستارگان و اندازه‌گیری میزان درخشندگی ظاهری آنها، تابندگی واقعی ستارگان را محاسبه کردند و پی بردند که آنها هم همان اندازه انرژی تابشی از خود بیرون می‌دهند که خورشید، حتی بسیاری از آنها بسیار بیشتر از خورشید. پس معلوم شد که ستارگان و خورشید همانندند و خورشید ستاره است، ولی هنوز نمی‌دانستیم که ستارگان انرژی سرسام‌آور خود را چگونه تولید می‌کنند. نمونه خورشید را بگیریم. بنابر داده‌های زمین شناختی، زمین دست کم 4 میلیارد سال از عمرش می‌گذرد. پس خورشید هم باید دست کم این اندازه سن داشته باشد. دلیل‌هایی در دست داریم که تابش خورشید در سراسر عمرش کم و بیش یک نواخت بوده است. چند نوع انرژی می‌توانند تابش خورشید را میلیاردها سال پایدار نگاه دارند؟ انسان تا آغاز صدی 20 دو نوع اصلی انرژی می شناخت. انرژی برق مغناطی، از آن میان واکنش های شیمیایی مثلا سوخت زغال یا نفت، و انرژی گرانشی، توده پرجرمی از گاز با متراکم شدن گرمتر و گرمتر می شود و می تواند به تابش درآید. مهمترین گام برای پی بردن به منبع انرژی خورشید را اینشتین برداشت. بنابر دیسول یا فرمول معروف اینشتین، ای مساوی با ام سه به توان 2، ماده میتواند به انرژی تبدیل شود و برعکس. اگر همه جرم خورشید به انرژی بترادیسد، خورشید میتواند 10,000 میلیارد سال بتابد، که این هم درست نیست، چون بعدها پی بردیم که خورشید تنها بخش کوچکی از جرم خود را به انرژی تبدیل میکند. در آغاز صدی 20 فیزیکدانان پی بردند که باید واکنش‌های هسته‌ای منبع انرژی خورشید و ستارگان باشند. هانس بته توانست نشان دهد که هسته‌های اتم‌های هیدروژن در هم فرو می‌روند و انرژی خورشید زاییده ترادیسش اتم‌های هیدروژن به هلیوم هستند. در واقع در هسته خورشید هر ثانیه میلیاردها بمب هیدروژنی منفجر می‌شوند. وقت ما به پایان رسید. پس می‌بینیم که شناخت ما از ایدانی یا ماهیت خورشید و ستارگان تنها به نیمه دوم صده 20 باز می‌گردد. زورم نمی‌رسد به جهالت، دارم ز روزگار خجالت، هوش از سرم پریده که عمری سر کردم به کوی بطالت. اینجا میان فاجعه وصل است، بست لجن به قحط اصالت، خربندگی قرین سعادت، آزادگی اسیر رزالت. آدم نما نشسته به کرسی، نام ستم نهاده عدالت، با گاو و خر چریده در آخر، بر اهل شهر کرده وکالت. شرمندم ز خود که در این شهر، زورم نمی رسد به جهالت.
سلام و درود به هموطنان و همزبانان عزیزم. در برنامه پیشین از پیوند زدن دو عنصر متناقض و ناهمجنس و ناهمخوان سخن گفتیم که کوشیدند آن دو را در حکومتی به نام جمهوری اسلامی جمع آورند. بگذاریم از اینکه اصولاً واژه جمهوری با اسلام بی ارتباط است، به خصوص با تشیع، به این دلیل ساده که شیعه خلفا را قاصب می داند و حکومت را حق امام می شمارد و در شیعه امامت موروثی است نه انتخابی و بیشتر با پادشاهی مبتنی بر فره ایزدی تناسب دارد، نه با جمهوریت که حکومتی است تقریبا انتخابی. و بیهوده نیست که میگویند تشیع پدیده است ایرانی. بنابراین حتی اگر بتوان اسلام تسنن را که میراثدار خلافت است به جمهوریت جوش داد، که البته نمیتوان، به طریق اولا در تشیع از جمهوری سخن گفتن غیر ممکن و از عجایب روزگار است. چنین سخنی مثل آن است که در شب تاریک از حضور خورشید سخن بگویند یا در کویر لوت از وجود ماهی قزلآلا. البته در روزگار ما بازی چرخ به روحانیت شیعه فرصت داد تا آزمندی و جاه طلبی بی حد مرز خود را بیازمایند و آنها هم چنین کردند و این غیر ممکن را البته به یاری بادهای مساعدی که از شرق و غرب وزیدند ممکن ساختند. به نظر می رسد که انگیزه آنها از طرح جمهوری اسلامی در اسلام شیعی بیشتر تصاحب و مصادره شعارها و برنامه‌های مخالفان غیر مذهبی پادشاهی در ایران بود که غالباً کمونیست‌ها و آرزومندان انقلاب پرولتاریایی بودند. روحانیتی که تصاحب قدرت را قابل دسترسی می‌یافت، قصد داشت که از رقبا عقب نماند. از این رو چنین بدعت عجیب و غریبی رو سرهم بندی کرد، البته به یاری مکله‌ها. بدین گونه پدیده جمهوری در شیعه رو به نام ولایت فقیه تولید کردند و از اون ابزاری ساختند تا ملت ایران را به اسارت کامل حکومت یک صنف، یعنی استبداد شریعت مدارانه ملایان درآورند. در هر حال سخنم آن بود که حکومتی که 37 سال است با تکیه بر فریب و سرکوب به ملت ایران تحمیل می شود، کوشیده است تا این دو عنصر متضاد رو زیر نام جمهوری اسلامی با یکدیگر ترکیب کند و پیداست که چنین امری امکان پذیر نیست و اگر دوام آن به 1000 هم بیانجامد، برخلاف آرزوهای خام قدرتمداران فعلی از آینده ای برخوردار نخواهد بود. نهاد دولت مدرن که ثمره مبارزات دراز مدت فکری و سیاسی ملت ایران بود در دوران مشروطیت پایریزی شد و تا سال 1357 به رشد بطئی، گاه نومید کننده و دشوار، اما کمابیش موفق خود ادامه داد و قوام یافت. هرچند در این مسیر 100 ساله متاسفانه بر سر راه آرمان‌های اساسی ملت ایران که همانا به تخت نشاندن آزادی‌های سیاسی بخش مهمی از آن بود موانعی قرار داشت و البته خود همین موانع که غالبا در دیکتاتوری فردی پادشاه یا بی‌اعتنایی اهل قدرت و آزادی‌های مصرح در قانون اساسی بارز می‌شدند بود که موجبات شکست نهایی آرمان‌های انقلاب مشروطیت در ایران رو فراهم آورد. شکستی که نه در کودتای سوم اسفند 1299 و نه در 28 مرداد 1332 بلکه در بهمن 1357 اتفاق افتاد. زیرا آنچه پس از سوم اسفند 1299 و مرداد 1332 بر ایران گذشت، علارغم مشکلاتی که برانگیخت و تلخی‌هایی که به بار آورد، با روح آرمان‌های مشروطیت تضادی نداشت و سیر تجدد و توسعه و مدرنیزاسیون ایران را متوقف نساخت. حالان که وقایع شوم 1357 منجر به تسلط روحانیت شیعه بر سرنوشت ایران شد و عنان آینده کشور را به مشروعه شیخ فضل‌اللهی سپرد و این به معنای بازگشت ایران به قرون ماضی بود.
به هر حال پس از تسلط روحانیت شیعه بر سرنوشت سیاسی ملت ایران، فاتحان جدید و نورسیدگان معممی که به استعانت و همفکری و راهگشایی جمعی درس خواندگان مکلا و کراواتی که به اسلام سیاسی به میدان اومده بودند، ناگزیر بودند که نهادهای مدرن و جا افتاده دولت ملی در ایران رو حفظ کنند، زیرا برای اونها و علی رغم آرزوها و رؤیا پردازی های ایدئولوژیک و نظریات بنیادگرایانه و شریعت مداران اونها امکان نداشت که ایران قرن 21 یک راست به مدینه یا مکه یا کوفه دهه های نخستین هجری در میان قبایل عرب صحرانشین برده شود. آنها نمی توانستند آنچرا که اسلام ناب محمدی می نامیدند بدون ابزارسازی و بهره‌وری از نهادها و تشکیلات و انتظامات اداری و ملی و حقوقی که در جامعه ایران شکل گرفته و ریشه دوانده بود و با روحیات و زندگی اجتماعی و فرهنگی و شغلی مردم پیوند داشت، به قول خودشان در ایران پیاده بکنند، یعنی در کشوری با مردمی که اکثریت آنها شهرنشین شده و کمابیش به دنیای تجدد پا نهاده بودند. به ناگزیر نهادهای سیاسی و تشکیلات اداری را چون مخروبه‌ای که به هر حال صدمات و ضربه پتک و کلنگ نورسیدگان را تاب آورده بود نگاه داشتند. مجلس، تفکیک قوا، ارتش و ساختار دولت جدید شامل وزارتخانه ها و نظام آموزشی رو به ظاهر حفظ کردند، زیرا آرمان ها و خواست های مردم شرکت کننده در انقلابی که مهر اسلامی بر آن زدند علی رغم خواست روحانیت اجازه نمیداد که این نهادها به کلی ملغا شوند. البته نورسیدگان طبق سنت مرزیه صنف خود تقیه می فرمودند و مکر می کردند و قصد اصلی آنها آن بود که سر فرصت با تکیه بر دستگاه سیاسی و نظامی قدرت که قبای آن را به قامت خود دوخته بودند آن نهادها را از محتوا تهی کنند که کردند. ماجراهای دردآور ایران سوز تصفیه های اداری به ویژه در نظام آموزشی و دانشگاه ها و بحث متخصص یا مکتبی که با هدف بیرون راندن مردمان هوشمند و کاردان و میهن دوست طراحی شده بود به همین مسئله ارتباط داشت. آنها بدین گونه دست های کاری و ذهن های فعال و اندیشه ورزان ایران را به یک باره از کار انداختند، زیرا هدف آنها از طرح این موضوع آن بود که مردم کاردان و هوشمند و مجرب را در ادارات و نهادهای اداری و آموزشی با عوامل فرصت طلب، ناکارآمد، متملق و ریاکار و غالباً بی سوادی جایگزین کنند که سرمایه اصلی آنها، ریش آنها و لهجه غلیظ آنها در گفتن و ادا کردن ولاذالین بود. و ناگفته نماند که بعضی از آنها هم به هنر چماقداری مسلط بودند. نخستین خودی های حکومت نورسیدگان همین جماعت بودند و با پیدایش پدیده شوم آنان بود که ملت ایران یک باره به خودی و ناخودی تقسیم شد. کشور فتح شده بود و نهادهای دولت مدرن ایران به چنگ کسانی افتاده بود که آن را به چشم ظرفی می نگریستند که متعلق به ناخودی ها بود و قصد داشتند تا به نام تشیع انقلابی و اسلام ناب محمدی و حکومت عدل علی و اصطلاحاتی از این دست که در این سالها از اعتبار افتادند، محتوا و مظروف ناهماهنگ و ناهمجنس خودشون رو که ساخته ذهن رهبران روحانی و جمعی از مکلایان خشک مقدس درس خوانده اما متحجر بود به هر قیمت در آن بریزند. باری آنها تنه درخت دولت مدرن ایران را از میان بریدند تا ساقه گیاهی را که از قرن اول هجری با خودشان آورده بودند با آن پیوند بزنند. و گفتم و تکرار می کنم که چنین پیوندی نخواهد گرفت. ماهیتاً آن تنه و این ساقه در تضاد و تناقضند و چنانچه به فرض محال چنین پیوندی بگیرد و شاخ و برگی برآورد، شک نیست که جز میوه‌های تلخ و زهرآلود به بار نمی آورد. ظاهراً نوبرانه این
شجر تلخ ثمر پیوندی همان میوه است که سالهاست به زور سرکوب و اختناق و به نیروی تبلیغات سرسام‌آور ایدئولوژیک از طریق سیستم آموزشی و نهادهای تک صدایی رسانه‌ای و نیز با بهره‌گیری از تریبون‌های سنتی و آیینی، یعنی منابر و مقابر و مراقد و مساجد و حسینی‌ها و تجمعات مربوط به مراسی و اعیاد آینی که در انحصار روحانیت حکومتی است، به خورد ملتی شکست خورده و تحقیر شده می‌دهند و البته آثار مسمومیت در روان جمعی، در فرهنگ عمومی، در اخلاق ملی و در همه زمینه‌های دیگر بارز شده است، به طوری که حتی خود کارگزاران و برخوردار شوندگان از حکومت هم از سقوط اخلاقی مردم ایران دم می‌زنند و همگان از دوست و دشمن، چه آنها که اعتراف می‌کنند و چه آنها که دم فرو می‌بندند، در این حقیقت تلخ که جامعه ایران طی حکومت 37 ساله روحانیت به انحطاط در غلطیده است، متفق القولند. به راستی این همه فساد و غارت و اختلاس و راهزنی که حتی بنادر و دریاها را هم در امان نمی‌گذارند و این همه سوء استفاده از اموال عمومی که در رأس امور سیاسی و نظامی کشور و در میان مقدس نمایان و تقوا فروشان معمم و مکلا و چکمه پوش جریان دارد و این همه بیداد و ظلم که از بالا به پایین جامعه سرایت کرده و ریشه دوانده، اگر اثر هولناک آن پیوند مسموم و کشنده که گفتم نیست، پس از چیست؟ آیا به راستی این واقعیت تلخ که در ایران دروغ و تزویر و ریاکاری تبدیل به تنها وسیله دفاعی ملتی در برابر یک استبداد بی سابقه سیاه و مقدس نما شده و این حقیقت که مردم در خلوت خانه ها یک چهره و در کوچه و خیابان چهره ای و چهره های دیگر دارند، در خانه ها و زیرزمین ها استاد هزار گونه فسق و فجورند اما در خیابان ها و ادارات با قدیسان و معصومین مسابقه تقوا و پرهیز می دهند، چون این وضعیتی اگر نتیجه تناول آن میوه مسموم که حاصل پیوند شریعت و قدرت سیاسی متکی به نهادهای باقی مانده از دولت ملی ایران نیست، پس از چیست؟ شعر کوتاهی خدمتتون میخونم. برجسته در میان مشاهیر، ای ورشکستگان به تقصیر، ای بانیان وحشت دینی، گویندگان اشهد و تکبیر، سازندگان قلعه و زندان، بافندگان حلقه و زنجیر، جوگندگان مرتبه و جاه در کاروان جهل جهانگیر، زرین کمر ستاده به محراب در معبد شکنجه و تعزیر، با نام دین سپرده به کرنا عیب جوان و سرزنش پیر، در خون ترید کرده شب و روز نان فریب و لقمه تزویر، اخلاقتان رذالت و پستی، فرمان روای تهمت و تکفیر، گویید حرف عشق مگویید، مشکل حکایتی است که تقریر کردید و می کنید به تکرار با طبل و بوق و نعره و آژیر، ای تارتان تنیده به ظلمت در ادعای تابش و تنویر، ای روبهان دوخت تنپوش از جلد شیر و جامه تطهیر، خود گر معممید و مکلا فرقانشناس اهل تفاسیر، دورید از آدمیت و رادی، حذفید از عدالت و تدبیر، دینتان وطن رو بود ز دلتان، اینتان نگاشته است به تقدیر، یاد شما سرشته به ننگ است بر لوحه زمان نفسگیر، خواهید از این جهان به درک رفت بی هیچ شک و شعبه و تأخیر، این خاکتان مباد پذیرا ای ورشکستگان به تقصیر. شاد و سربلند باشید.
همه از من ایراد میگیرن که من بد میشینم جلوی دوربین. آقا شاید این دفعه خوب نشستم یا نه؟ لبخند زدن معلوم میشه که خوب نشستم. عرشبت که کمی دیر به دلیل امکانات کاری امروز من میخوام از آقای اشراق صحبت کنم. اشراق دوست بسیار نزدیک و دوست بسیار عزیز ایرونی ها در شهر پاریس بود که همین اواخر درگذشت. درگذشت آدم ها یک گوشه از طبیعت، رسم طبیعت این هست که به وجود میاره، پرورشش میده، بزرگش میکنه و بعد ناگهان میبردش. اما در مورد اشراق کمی بیشتر از این باید فکر کرد و بیشتر از این درباره صحبت کرد. من نمیدونم که راجع به دکتر مجاری چی بگم. یک استاد بزرگ مثل آقای بزرگزاد باید درباره ایشون بگم. برای اینکه اشراق ذاتاً آدمی بود که همونطور که ماهی برای زندگی خودش به آب احتیاج داره، اشراق هم برای زندگی خودش به جامعه احتیاج داشت، به مردم، به دوستانش، به عزیزانش، به آشنایانش، به طرفدارانش. متاسفانه ناگهان در اوج شادمانی و خوبی، این که میگم در اوج شادمانی و خوبی کلام اغراق‌آمیز نیست، چون من درست 10 دقیقه قبل از اینکه ایشون دچار بیماری بشه باهاش تلفنی صحبت کردم و طبق معمول قهقه‌های شیرینش رو زد، حرف‌های شیرینش رو زد و بعد از نیم ساعت خبردار شدم که سکته کرده است، سکته مغزی، و به بیمارستان رفته است. به علت اینکه به سرعت به بیمارستان رسوندنش، خوشبختانه تونست زنده بمونه، ولی چون این حادثه و این پارگی رگ در قسمت راست مغزش اتفاق افتاده بود، ببخشید در قسمت چپ مغزش اتفاق افتاده بود، هم روی نحوه صحبت کردنش اثر گذاشت و هم قسمت راست بدنش رو از کار انداخت. در همون موقع یک روز با پروفسور گنجبخش برخورد کردم و طبیعی است که از من حالش رو پرسید و من توضیح دادم و ایشون از همون موقع به من گفت که راه رفتنش درست خواهد شد، چون تواناییشو داره، سابقه ورزش داره، ولی متاسفانه سخن گفتنش درست نخواهد شد. حدس پزشکی پروفسور درست بود. ایشون به راه افتاد، تونست راه بره، ولی متاسفانه سنگینی که روی زبانش و طرز گفتارش بود باقی موند. حتی تا آخرین باری هم که من باهاش صحبت کردم، یه یک شنبه‌ای بود قبل از مرگش، نمیتونست به درستی کلمات رو ادا کنه و خودش از این موضوع بسیار ناراحت بود و خودش رو منزوی کرد. همه دوستانش، همه اطرافیانش میخواستن که ببیننش. حتی من یک بار پیشنهاد کردم که در یک رستوران بیاد و من تمام دوستانش رو دعوت کنم که اونجا بیان و ببیننش، ولی حاضر نشد و من عذرش رو پذیرفتم. حرفش درست بود. کسی بود که همه عمر به سخن گفتن، سخنوری بود کردن و با کلام دیگران رو جلب کردن زندگی کرده بود و نمیتونست در آخرین لحظات عمر خودش نشون بدهد که این بار از زمان شکست خورده است. چشمش به عقب نبود، چشمش به آینده نبود، چشمش به افکار خودش بود. نوع کارش، فرم کارش یک چیز دیگری بود. برای اینکه نه مدرسه دید، نه دانشگاهی دید و نه دانشکده دید.
و به هیچ عنوان موقعی که شما کاراشو نگاه میکنید اصلا خط در فرهنگ نقاشی یک رولی بازی میکنه. این با خط گفت خداحافظی کرد با خط، بنابراین در تمام کارهاش جنگل میکشه، طبیعت بیجان میکشه، ولی شما هیچ وقت کنده درخت نمیبینید، برگ درخت نمیبینید، آمده با رنگ بازی میکنه. موقعی که با رنگ بازی میکنه یک نقاشه، نه آسمان میبینه، نه زمین میبینه، نه دست راست میبینه، نه دست چپ، فقط محور عملکردش با یک لکه های رنگ که زمانی رنگ سبز حاکمه، زمانی رنگ زرد حاکمه. حکمت این کار آنالیز علمی میخواد که چرا این کار انتخاب کرده. تصور میکنم که حدود 1966-67 این فرم شروع کرد، این جهت شروع کرد. یک نمایشگاهی داشت در ناحیه هشتم پاریس، 39 تا تابلو گذاشت، درخت های ناصر عصار، به نام درخت های ناصر عصار، و این یک شاهکار علمی بود. آقای اشراق به طرز عجیبی مورد علاقه همه بود. دقیقا نمیشه فهمید که دلیل این محبوبیتش چی بود، ولی میشه حدسایی زد. یکی از اساسی ترین حدسایی این بود که ما ایرانی ها که در غربتی به سر میبریم که غربت ناخواسته است، شکنجه غربت ما رو بیش از حد حساس کرده و در بعضی مواقع بسیار متوقع. اشراق حساسیت مردم و توقع مردم رو حس می کرد و درست مطابق توقع و احساس اونها حرف می زد و باهاشون رفتار می کرد. به همین دلیل یکی از شاخصه های جدا ناپذیرش تبسمش بود. او میدانست که آدم های حساس، آدم های دور افتاد از وطن، فقط دلشون به این خوشه که در برخورد با دیگران تبسم ببینند و او این رو از اونها دریغ نمی کرد. دلیل دوم محبوبیت او این بود که به علت وسعت روابط اجتماعیش و تعداد زیاد دوستانی که داشت، به اصطلاح خودمون دستش به عرب و عجم میرسید و ایرانیانی که در خارج از کشور گرفتاری داشتند، نه تنها در فرانسه، حتی در کشورهای دیگر، چون دامنه دوستانش به همه جا کشیده میشد، میتونست گرفتاری هاشون رو رفع کنه و توقعاتشون رو بر بیاره. این هم دلیل دوم بود. دلیل سوم که از ذات وجودی خودش سرچشمه می گرفت این بود که برخلاف بسیاری از ما ایرونی ها که تلخی زندگی خودمون رو با بدگویی از دیگران ترمیم می کنیم، هرگز از کسی بد نمی کنیم. هرکس از کسی بد نمی گفت، آدم ها رو همونطور که بودند می پذیرفت. نفوذ او در فرانسه به علت انجمنی بود که او مسئولیتش رو به عهده داشت. سالها پیش، شاید در حدود 30 سال پیش، آقای سیروس فرمان فرمایان که در پاریس بود انجمنی رو پیریخت و تأسیس کرد به نام انجمن توسعه و تجدد، که تقریبا تمام کسانی که میتونستن در عرصه اجتماعی نظری داشته باشن عضو این انجمن شده بودند. بعد از اینکه آقای سیروس فرمان فرمایان به دلایل خانوادگیش مجبور شد که به اسپانیا مهاجرت بکنه، یه مدت کوتاهی اداره این انجمن رو من به عهده داشتم و بعد از من دوران طلایی این انجمن با ریاست و سرپرستی اشراق شروع شد و انجمن
جون تازه‌ای گرفت، بر محبوبیتش افزود، به علت آشنایی های فراوان و دوستی های فراوانی که داشت این امکان براش وجود داشت که از اقصا نقاط جهان متخصصان رو دعوت کنه و از دوستان دیگرشون که به قول معروف دستشون به دهانشون میرسید مخارج اومدن اونها رو به پاریس بپردازه و بیاره و در این جلسات شرکت کنه. این انجمن به کلی جان گرفت و چیز دیگری شد، چیز تازه‌ای شد. یک بار آقای فریدون هویدا که در واشنگتن زندگی میکرد و به مناسبتی آمده بود به پاریس، خودش با من صحبت میکرد و به من گفتش که میدونی که من به علت کارم، به علت حرفم، به علت آشناییم با گروه های مختلف به سرتاسر دنیا سفر میکنم، میتونم به ظرف قاطع بگم که انجمنی نظیر انجمن توسعه و تجدد که آقای اشراق اداره میکند وجود نداره. او روش خاص دادن سوژه و بحث کردن رو در انجمن ابداع کرد. صاحبان نظر، صاحبان عقیده، صاحبان دانش، اونهایی که در رشته خودشون سرآمد بودند و میشناخته شده بودند می اومدند در مورد یک مسئله کوچک یا بزرگ به تناسب خاص خود سخنران صحبت میکردند و بعد از صحبت ایشون بحث به سالن منتقل میشد و آدمها درباره اون موضوع بحث میکردند و به این ترتیب این انجمن زنده شد و به زندگیش ادامه داد، با سرافرازی زنده ماند و متاسفانه روزی که اشراق بیمار شد و اجباراً در خانه ماند هیچ کس دیگر نتوانست کار او را اداره بکند و این انجمن که این همه براش خون دل خورده شده بود تعطیل شد. اینک اشراق از ملکوت خدایی به ما نگاه میکنه، امیدواریم در اون دنیا شاد باشه. این غم و اندوه رو به خانم شهناز بانو، به دخترش فرزانه و به داماد فرانسویشون که اسمش رو نمیدونم تسلیت میگم. احتمالاً در اوایل ژانویه آینده ما مجلس یادبودی براش خواهیم داشت. در ابتدا از آقای اشراق پرسیدیم در جهان نقاشی ناصر عصار کجا ایستاده بود؟ من تصور میکنم که ویژگی و خصوصیات اخلاقی عصار رو باید به صورت دیگری تشریح کرد، چون که این در یک فامیل فرهنگی متولد شد. 1928 در تهران متولد شد، پدرش یک فیلسوف بود و خواهرش که یکی از بزرگان شخصیت های بهترین شخصیت های زنان ایرانی در لندن بود، خودش به کلی راه دیگری گرفت. 3 سال رفت دانشکده هنرهای زیبا در تهران، دوست نداشت اونجا رو، ول کرد رفت فرانکفورت، اونجا رو هم دوست نداشت، 5-6 ماه اونجا بود برگشت. زندگیش را در پاریس شروع کرد و حدود 1353 اومد اینجا. 27 سالگی اولین نمایشگاهش رو داد و این اثر بزرگی در فرهنگ خارجی گذاشت. در ایران بحث و جدل بر سر انتخابات قریب الوقوع دو مجلس همچنان ادامه دارد و ملت در انتظار که تا آن زمان آیا
وزارت کشور و شورای نگهبان بر سر تقسیم اختیاراتشان برای نشاندن افراد مورد نظر بر کرسی‌های نمایندگی به توافق خواهند رسید یا خیر. برای کسانی که خواسته باشند درباره دموکراسی و مفهوم واقعی انتخابات چیزی بیاموزند، انتخابات اخیر فرانسه درس آموزنده است. فرانسه در نیمه اول ماه دسامبر میدان مبارزات انتخاباتی بود، انتخابات شوراهای ایالتی. این انتخابات مثل سایر انتخابات طبق معمول در دو مرحله انجام می گرفت. روز یک شنبه ششم دسامبر دو تن از کسانی که بیشترین آراء رو در هر حوزه نمایندگی داشتند برای ورود به مرحله بعدی برگزیده می شدند و آنگاه در یک شنبه 13 دسامبر رقابت بین این دو تن بود که هر کدام رأی بیشتری می آورد برنده می شد. جمع آرا نیز شکست یا پیروزی هر حزب رو نشان می داد، در البته در هر ایالت. میدان رقابت در انتخابات ایالتی فرانسه عرصه مبارزه و قدرتنمایی سه حزب بزرگ این کشور بود: حزب سوسیالیست به نمایندگی دست چپی ها، حزب جمهوری خواهان به نمایندگی دست راستی ها و راستگرایان میانه رو، و حزب اف ان یا فرون ناسیونال و به ترجمه فارسیش میشه جبهه ملی به نمایندگی دست راستی های افراطی. جبهه ملی حزبی است که ژان ماری لوپن بنیاد نهاد و در ابتدای کار دخترش مارین لوپن رو دست راست خود قرار داد، اما چند سال بعد بین پدر و دختر اختلاف افتاد. مارین لوپن پدرش را از حزب راند و اختیار حزب رو همراه با خواهرزادش خانم ماریون مارشال لوپن به دست گرفت. این حزب دشمن احزاب دست چپی و رقیب سرسخت احزاب دست راستی و میانه رو هاست. حزبیست بر پایه ناسیونالیسم افراطی، خواستار حاکمیت مطلق فرانسویان سفیدپوست، مخالف عضویت فرانسه در اتحادیه اروپا و طرفدار محدود کردن مهاجرت و بستن راه مهاجرت بر مهاجرین آفریقایی و آسیایی، و عجبا که در عین حال با جمهوری اسلامی نرد محبت می‌بازد. در ادوار گذشته هیچگاه این حزب در چنین پایگاهی قرار نگرفته بود که رقیب جدی برای حزب سوسیالیست یا حزب دست راستی گلیسا به شمار آید. اما در مرحله اول انتخابات اخیر ناگهان لوپنیست ها با اکثریت قابل توجهی سر از صندوق در آوردند و همردیف احزاب دست راستی و دست چپی شد. جهش اونچنانی لوپنیست ها به حدی بود که قرینه‌ای بر قوت گرفتن باز هم بیشتر و پیروزی آنها احتمالاً در انتخابات پارلمانی و نهایتاً قرار گرفتنشان در رأس حکومت شمرده می شد.
بسیاری از فرانسوی ها نگران آن بودند که پیروزی حزب مذکور در مرحله دوم انتخابات ایالتی جاده رو برای ریاست جمهوری ماری لوپن در انتخابات سال 2017 هموار کند. اما چنین نشد. در دور انتخابات دور دوم لوپنیس ها شکست خوردند. چرا؟ چون به جای 49.91% از 45,300,000 رای دهنده که در دور اول به پای صندوق های رای رفته بودند، این بار 59.22% رای دادند و حزب موسوم به جبهه ملی رو عقب راندند، به طوری که حتی یک ایالت در حیطه تصرف این حزب باقی نماند. علتش چه بود؟ علتش این بود که در دور اول انتخابات انبوهی از فرانسویان چون دل خوشی از دولت کنونی و همچنین دولت قبلی نداشتند، یا به پای صندوق نرفتند و یا به کاندیداهای دست راستی و دست چپی رأی ندادند. این یک اخطار به هر دو گروه بود، به هر دو حزب بود. فرصتی بود برای رأی دهندگان که نارضایتی خود را از شیوه حکومت دست راستی ها و دست چپی ها چه در دوران ریاست جمهوری نیکولا سارکوزی و چه در دوره فرانسوا اولاند ابراز دارند. اما همین فرانسوی ها هرگز مشتاق روی کار آمدن راستگرایان افراطی نبودند. بنابراین در دور اول بر اساس احساسات و با هدف اخطار و پیام رسانی رای دادند. در دور دوم بر اساس عقل و منطق و برای اینکه نشان دهند با همه دلتنگی ها حاضر نیستند زمام امور کشورشان به دست تندروهای شبه فاشیست بیفتند. معنی انتخابات واقعی همین است، یعنی اینکه مردم هم دلتنگی های خود را ابراز دارند و همین که تحت تأثیر تبلیغات و تحریکات افراطگرایان از چاله بیرون نیامده در چاه نیفتند. نکته قابل توجه این که در پایان کار هیچ کدام از احزاب رقیب نسبت به صحت و سلامت انتخابات اظهار تردید نکردند. گروه شکست خورده مدعی نشد که در انتخابات تقلب شده است. گروه برنده نیز پرچم قهرمانی بر نیفراشت و مراسم جشن و شادمانی برپا نکرد. مانوئل والز نخست وزیر سوسیالیست فرانسه گفت رای دهندگان بر سر راه راستگرایان افراطی صد بستند. ما امشب نه بانگ پیروزی سر می دهیم نه احساس شعف می کنیم، زیرا خطر راستگرایان افراطی را نمی توان پایان یافته دانست. یعنی چه؟ یعنی این پیروزی متعلق به مردم است. مردم بودند که با رأی خود بخت پیروزی رو از تندروها، از دست راستی های افراطی گرفتند. نیکولا سارکوزی رهبر حزب جمهوری خواهان هم در نطق خود پس از پایان انتخابات یادآور شد که این حرکت اخطاری بود به تمام مسئولان سیاسی کشور از هر حزب و هر گروه که تحت هیچ عنوان
فرصت پیروزی به افراطیون ندهند. هم سوسیالیست ها و هم جمهوری خواهان هر دو پیام مردم رو دریافتند و پذیرفتند که در راه وصول به هدفهای ملی و مقابله با تهدید دموکراسی از سوی افرادگرایان باید یک دل و یک رنگ و یک صدا بود. همه اینها البته مشروط بدان است که در نهایت امر رای دهنده آزادانه رای بدهد و صندوق‌های رای امانتدار آراء مأخوذه باشد.